خب برای اینکه میخوایم مدول یانگ رو به دست بیاریم و حالا پارامترهای دیگه ای مثل مدول برشی و همچنین ضریب پوآسون، گفتیم که استفاده از روش اولتراسونیک یه روش خیلی معتبریه که میتونیم ازش استفاده بکنیم و خیلی هم خوبه. حالا برای اینکه سادگی کار رو داشته باشیم، اومدیم جهتها رو جدا کردیم از هم دیگه. ابتدا مثلا این رو در نظر میگیریم که بخواد موجمون در جهت X منتشر بشه، به خاطر همین یه U بزرگ گرفته بودیم که این U هست برابر است با U V و W. خب حالا ما میگیریم که این جهت باشه، این در جهت U باشه و V و W مون صفر باشه. خب حالا همین جهت U خودش یه جهت ایکسی حرکت میکنه و در یک بازه زمانی تی. خب که اگر این رو توی معادله قبلی که معادله کلی موج بود قرار بدیم، یک معادله به این صورت به دست میاد. خب که یک سرعتی از اینجا محاسبه میشه که وی ال به توان دوه، که بهش میگه سرعت انتشار موج حالا تو جهت یو که هستش. اگه جهت ترورس رو در نظر بگیریم، یعنی جهت عرضی رو در نظر بگیریم، اونجایی که توی اون حالت اولیه یو و دبلیو صفر میشه و وی رو به دست میاریم، وی خودش برابر میشه با ایکس، ببخشید اینجا ایگرگ و تی. خب یعنی در جهت ایگرگ داره حرکت میکنه این موجم. معادله رو اگه اینا رو بذاریم داخلش توی معادله اصلی، یه معادله چون این چیزی به دست میاد، معادله موجمون، که سرعت انتشار مود در جهت ترورس وی تی به توان دو هستش. خب که این دوتا خودشون برابر با چون این معادله هایی میشن. حالا با استفاده از میتونیم مقادیری که ما اینجا داریم رو چکار کنیم؟ بیاییم به دست بیاریم. مدول برشی، ضریب سیر منحنی توی قسمت الاستیک مدل رزیلینس رو به هم